امروز ولنتاین بچه و وقتی من اینجام یعنی منم مثل شما کسی رو ندارم، ولی امروز قرار این داستان رو عوض کنیم. به همین خاطر از دوست خوبم دنا کمک گرفتم تا راه و چاه رو به هم نشون بده که سال دیگه یه دونه خرس قرمز توی بغلم باشه. سلام دنا، چطوری؟ سلام رضا، مرسی که من دعوت کردی امروز که زندگی تو فیکس کنم. زندگی من فیکس کنم؟ زندگی من فیکسه. نه یه ذره یه نموره بهترش کنم، ذره ادویه به زندگی تو ذره خوب شه. چه کار باید بکنم دنا؟ من امروز در اختیار تو هم، به هر سازی بزنی من برات میرخصم. اول میخوام ازت بپرسم که اینو باید بگی که تایپ چیه، اصلا دنبال چی میگردی؟ من یادداشت کردم تایپم و اینم بهت بگم که من اصلا به ظواهر دنیوی زیاد اعتقادی ندارم. تنها چیزی که فکر میکنم شخصیت. آها. چشاش آبی باشه، موهاش کوتاه باشه یا کرلی، مشکی دوست داشته باشه، باباش پولا، کارخونه دار، ماشین داشته باشه بیاد دنبالم چون من ماشین ندارم، بعد غذا رو حساب کنه، بامزه باشه، به جوکای بیمزم بخنده، بعد همیشه مراقبم باشه، اجازه بده که من در کنار رابطه با دیگر دخترها هم دوست باشم و رابطه داشته باشم. هواپیمای خصوصی، ببین زیاد هواپیما برام مهم نیست اینو بگم. نگید رضا زیاد خواهه، من زیاد اهمیتی به هواپیما نمیدم، ولی اگه کشتی یات داشته باشه من حالا اوکی. بعد چیزه، فقط من یه سوال تخصصی دارم اینجا، خودت چی برای ارائه دادن داری؟ با مزم نه کافی نیست؟ نه رضا، من امروز به تو کمک میکنم خب که بتونی حالا با این چیزایی که گفتیم ما بتونیم یکی رو برات پیدا کنیم که مناسب تو باشه و بتونیم اکشلی نگرش داریم. بله تو این ذره باید تغییراتی بدیم به اپروچت و دیدگاه و پرسپکتیوت به این قضیه و این مشکل رو درستش کنیم. خب ببین، فرض بر این میگیریم از الان به بعد و همین چیزایی که من میگم که تو فرد مورد نظرت رو پیدا کردی و الان چجوری باید وارد کار بشیم. اوکی؟ خب رضا درخواست بده ببینم بدونم دارم با چی کار میکنم. ببین دنا، من توی زندگیم چند تا قانون دارم که تونستم در این دنیای وحشی بتونم سروایف کنم. یکی از قانونها اینه که رضا هیچ وقت درخواست نمیده و بقیه به رضا درخواست میدن. درسته، بعد با این طرز فکر چند نفر تو الان به درخواست دادن؟ هیچ کس. پس به حرفای من گوش بده. خب رضا، تو بعد تو درخواست کردنت رک و رو راست باشی. خب صادقانه. خب این که خیلی راحته، همه منو به رک بودنم میشناسن. نشد دنا، نمیذاری حرف من تموم شه. خب بعد رک باشی ولی همزمان بتونی احساساتت هم رو بکنی، یه جوری عنوان بکنی برای طرف. احساس، خب احساسات. بله عاشق شدی؟ نه. اوکی، باید به صورت مستقیم و رک درخواست بکنی ولی غیر مستقیم بتونی احساساتتو خیلی ظریف اونجوری عنوان بکنی کنارش. خوب بود نه؟ چی گفتی؟ زده که سلام بریم بیرون. چی گفتی؟ هیچی، اینو بهش نشون دادم. دنیای عجیبیه. ببین رضا، الان که دیتمون رو سیکیور کردیم و آدممون رو پیدا کردیم، ازت میخوام که به هم نشون بدی سر این دیت اولی که میخوای بری چی باید بپوشی.
قشون بری عروسی. ببین برای دیت اول باید سعی کنی یک لباس کژوال بپوشی. خب باید تا حدودی ساده باشه ولی همزمان نشون بده که اکچولی اهمیت دادی به خودت و سعی کردی یه ذره به خودت برسی. خب باید یه توازنی بین این دوتا برقرار باشه. سردت نمیشه تو این؟ راست میگی. ببین این لباس عالی میشد اگه یه ماشینی مثلا چه میدونم پورشه کایان یا چه میدونم مرسدس بنز داشتی، اون موقع دیگه اصلا مطرح نبود چی قراره بپوشی. ولی خب همچین ماشینی داری؟ دنا قبول نداره که الان توی قرن جدید دیگه اصلا نحوه لباس پوشیدن آدم ها مهم نیست. واقعا اون چیزی که مهمه اینه که تو راحت باشی تو اون لباس. نظرت چیه؟ اصلا ببین همه اینا رو بیخوای همه این ایده ها رو میریزیم دور. خوب از اول شروع میکنیم. به هم بگو از چه رنگی خوشت میاد؟ میدونستی که توی سیاه چاله نور ناپدید میشه؟ جالبه نه؟ هیچ چیز نمیتونه از قدرت گرانش سیاه چاله فرار کنه. به همین خاطره که من عاشق مشکیم. این همون لباسی نبود که تو آخرین ویدیوت پوشیده بودی؟ آره همینجا همینو میپوشم. تنها لباسیه که دارم و خوبه. یادت باشه رضا، شاید چشم رنگی نداشته باشی، سیکس پک نداشته باشی، ماشین گرون نداشته باشی، اما خیلی بامزه و کیوت است. از خود راضی هم می نوشی دیگه. می تونی با قدرت زبان طرف مقابلتو به دست بیاری. خب صحبتو با یه موضوع جالب شروع کن. می دونستی که سال پیش 500 تا خرس قطبی بر اساس گشنگی بچه های خودشونو خوردن؟ می خواهی یه سوال پرس که یه ذره طرفو بیشتر بشناسی. چند بار تا حالا سیکس داشتی؟ نه ببین یاد باشه این قرار اول نباید سوالات خصوصی بپرسی رضا. 19 تو یک روز با چند نفر دیگه تنهایی؟ ما دوستامون 2 هفته درس خوندیم آخرش هم شدیم 9. میگم مامان دانشگاه ما سخته. خیلی مهمه که چیز توی قرار اول تو چشمای طرف نگاه بکنی، بتونی باش کانکت بکنی از نظر احساسی. رضا بالا. آقا لطف کنید کافیه منو تو این بریزید، دست شما درد نکنه. توییت جدید امیرعلیزاده دیدی؟ نوشته که به نظر من هر کی سیاه بپوشه توی ویدیو به مردم آفریقا توهین میکنه. مخالفه. نمیشناسی؟ رضا تو که میگی همش بامزه، یه کار کن بخنده. یه ذره دیت میتونی براش به یاد ماندنی باشه. بهش خوش بگذره به یه شکلی. حداقل. میدونی وقتی تلویزیون رو با هم کار خصوصی داشته باشم با هم چی میگم؟ میگم بیا بریم تیوی کارت دارم. تو رو خدا سعی کن زیاد از خودت تعریف نکنی، چون اینجوری بذار زیادی خودت از خود راضی نشون میدی. نه بابا لطف داری شما، حالا ویدیوها اونقدر هم خوب نیست. بچه حالا لطف دارن. فالوینگ های میا پلیز رو چک کردی؟ میا فالوت داره؟ آره. خب اینو از همون اول فاکینگ نشونش میدن دیگه، چه کاری بود این همه زحمت؟ نه بابا این چه حرفیه، من خودم حساب میکنم. ببخشید جناب. 3354 موجودی نداشت؟ عذر میخوام.
این میشه درستش الان چسب بد بزنیم. این خدمت شما. 10 تومنش رو از همین بکش، 15 رو از این، اینم رمزش همونه و بقیهش هم از این بکش. دست شما برد. خب چطور بود قرار اولت رضا؟ فوق‌العاده، فکر کنم مخش رو زدم دنا دیگه. تو که منو میشناسی، واقعا شات میره و به هدف میخوره. فقط یه مشکلی بود، نمیدونم حالا مشکل گنده‌ای هم هست یا نه، نمیدونم چرا با دوستاش باشده بود اومده بود. به نظرت مهمه؟ با دوستاش اومده بود دیت؟ بهش گفتی که دیته؟ خب قاعدتا باید خودش بفهمه دیگه، وقتی بهش گفتم بریم بیرون.